سلام بر شما سرخط خبرها. ادعاها مبنی بر نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی در افغانستان. کمیسیون دولتی آزادی‌های مذهبی آمریکا وزارت امر به معروف و نهی از منکر را به نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی در کشور متهم کرد. دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وظیفه‌ام داده چه خلق نیکو کارونو تراوبلی اغیر دی تشویکی او دی منکراتو نیمانکی. پرداخت غرامت از سوی استرالیا به قربانیان جنایت جنگی در کشور. ریچارد بنت از دولت استرالیا خواست که به قربانیان جنایت جنگی نیروهای آن کشور در افغانستان غرامت پرداخت کنه. خواست توقف کمک های آمریکا. فاکس نیوز میگوید که یک عضو مجلس سنای آمریکا از وزیر خارجه آن کشور خواسته که کمک های کشورش را به افغانستان متوقف کنه. امریکا په دا ټولو باندې نظارت لري چې دا پیسې چیرې مصرفیږي. و احتمال حمله مستقلانه حزب الله لبنان به اسرائیل. در این ساعت خبری من سبغه سپر مزبان شما. کمیسیون دولتی آزادی های مذهبی آمریکا با نشر گزارشی درباره افغانستان وزارت امر به معروف و نهی از منکر را متهم به نقض آزادی های اقلیت های مذهبی در افغانستان کرده است. در گزارش این کمیسیون آمده است که آزادی های مذهبی اقلیت های مانند سیک ها، هندوها، مسیحیان و مسلمانان شیعه در افغانستان محدود شده است. این در حالی است که امارت اسلامی همواره گفته است که در افغانستان حقوق اقلیت‌های مذهبی تأمین است. خالد عمری نگاه بیشتر. کمیسیون دولتی آزادی‌های مذهبی ایالات متحده در گزارش تازه‌ای که درباره اوضاع کنونی آزادی‌های مذهبی در افغانستان نشر کرده گفته است که شهروندان این کشور از آزادی‌های مذهبی برخوردار نیستند. در گزارش این کمیسیون آمده است که آزادی های مذهبی اقلیت های مانند سکه ها، هندوها، مسیحیان و مسلمانان شیعه در افغانستان محدود شده است. این کمیسیون با انتقاد از فعالیت وزارت امر به معروف و نهی از منکر ادعا کرده که این وزارت نقش برجسته‌ای در نقض آزادی های مذهبی در افغانستان دارد. دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وظیفه‌ام داده چې خلق نیکو کارونو ته راوبلی اغیر دی تشویکی او د منکراتو نه منع کړي. هغه د ژوند په ټولو ساحو کې باید وي، د دولت په ټولو دوایرو کې، په ټولو ځایونو او اړخونو کې باید وجود ولري، خو دا هم باید نه وي چې د خلکو ژوند خطر کې وچوي. در این گزارش از دولت آمریکا خواسته شده که به پذیرش درخواست پناهجویان اعضای اقلیت‌های مذهبی در معرض خطر در افغانستان اولویت دهد. اما امارت اسلامی همواره ادعاها مبنی بر نقض آزادی‌های مذهبی در کشور را رد کرده و گفته است که در افغانستان حقوق اقلیت‌های مذهبی تأمین است. فاکس نیوز در گزارشی نوشته که یک عضو مجلس سنای آمریکا از وزیر خارجه آن کشور خواسته که کمک های کشورش را به افغانستان متوقف کند. در گزارش آمده است که این درخواست برای جلوگیری از احتمال قرار گرفتن نزدیک به 300 میلیون دلار کمک های بشردوستانه آمریکا به دست امارت اسلامی مطرح شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست افغانستان همواره تاکید کرده که هیچ کمکی از آن کشور دریافت نمی کند. گزارشی از ساجده کلمی. فاکس نیوز در گزارش تازه‌ای گفته است که مایک براون، عضو مجلس سنای آمریکا، در نامه‌ای از آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، خواست که کمک‌های آمریکا به افغانستان را متوقف کند. این رسانه افزوده که این درخواست به دلیل این که امکان دارد نزدیک به 300 میلیون دلار کمک‌های آمریکا به دست امارت اسلامی قرار گرفته شده باشد، مطرح شده است.
زیرا پیشتر سیگر که بر کمک های امریکا در افغانستان نظارت می کند گفته بود که دو دفتر وزارت خارجه نتوانستند رد 293 میلیون دلار کمک های امریکا را در افغانستان دریابند. مایک بران در نامه ای به آقای بلینکن گفت که نظارت گزارش شده از سوی سیگر نگران کننده بوده و تا زمانی که به این موضوع رسیدگی نشود کمک به افغانستان را متوقف کند. در این گزارش آمده است که ایالات متحده بزرگترین کمک کننده بین المللی برای افغانستان پس از فروپاشی دولت پیشین بوده است. امریکا په دا ټولو باندې نظارت لري چې دا پیسې چیره مصرفیږي، هسې دا د یو سیاسي فشار د سیاسي ابزار په توګه دا ټولې دسیسې دي چې امارت اسلامي ته جوړوي. زه فکر نه کوم چې امریکا دومره بې خبره اوسیږي چې په میلیاردونو ډالر چاته ورکړي او هغه نه نظارت ونکړي. از سوی هم برخی به این باورند که مردم افغانستان در شرایط فعلی نسبت به هر زمان دیگری نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند. مؤسسات کمک رسان داخلی بسیار به شکل منظم و دلسوزانه این کمک ها را به متنای خود می رسانند. پس آن چیزی که خانم البرایت پیشنهاد کرده به وزارت خارجه امریکا تا این کمک ها محدود شد و قطع شد یک تصور ضد بشری و ضد انسانی و ضد افغانی است. این در حال است که امارت اسلامی هماره این گونه ادعاها را رد کرده و گفته است که کمک های بشر دوستانه به مستحقین آن توزیع می گردد. وزارت داخله امارت اسلامی در واکنش به گزارش تازه سیگر مبنی بر رونق یافتن تجارت مواد مخدر در افغانستان گفته است که این ادعاها بیجاست. امارت اسلامی میگوید که یکی از اقدامهای عمده و اساسی آنها در ماهای پسین مبارزه جدی و قاطعانه با مواد مخدر بوده است. مریم تیموری گزارش میدهد. وزارت داخله امارت اسلامی با نشر آگاهی نامه گزارش تازه سیگر مبنی بر ادامه تجارت مواد مخدر در افغانستان را رد کرده و گفته است که یکی از اقدامهای عمده و اساسی امارت اسلامی مبارزه جدی و قاطعانه با مواد مخدر بوده است. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت گفته است که پس از فرمان رهبر امارت اسلامی درباره ریشه‌کن‌سازی مواد مخدر، این وزارت مبارزه با مواد مخدر را در اولویت‌های کاریش قرار داده و اقدام‌های عملی برای ریشه‌کن کردن آن را آغاز کرده است. اداره بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار اخیراً گزارش داد که تجارت مواد مخدر در افغانستان ادامه دارد و همچنان این نهاد امارت اسلامی را متهم نمود که در امر مبارزه با این پدیده ناتوان است. باید تذکر داد که از جمله کارهای عمده و اقدامات اساسی که امارت اسلامی افغانستان بعد از پیروزی خیش انجام داد، یکی آن مبارزه جدی و قاطعانه با مواد مخدر است. قابل ذکر است که در دو دهه گذشته با وجود اختصاص دادن پولهای انگفت برای مبارزه با مواد مخدر، باز هم تولید مواد مخدر در افغانستان رونق داشت و این کشور به مرکز تجارت مواد مخدر مبدل شده بود. سیاست امریکا در مقابل افغانستان سیاست موسمی است. اگر یگان حرف بدل شود تعریف میکنه در تمام موارد، در مورد مواد مخدر، در مورد تروریسم، و اگر بدلش نشه با صحبت های برعکس در مقابل مردم افغانستان میکنه و هم از هر ارگان امریکا صدای جداگانه و گوش میرسد. در همین حال خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان در مورد وضعیت جاری سیاسی و اقتصادی افغانستان و راه‌های مبارزه با مواد مخدر گفتگو کرده است. این در حال است که به گفته امارت اسلامی در نزدیک به 3 سال گذشته بر ضد مواد مخدر مبارزه قابل توجه شده و قاچاقان در کشور به 0 تقرب کرده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به لتکوب سید مهدی نوجوانی از افغانستان توسط پلیس ایران با راه اندازی کارزار پایت را از گلوی انبردار از برخورد پلیس ایران با پناهجویان افغانستان در آن کشور به شدت انتقاد کردند. سید مهدی نوجوانی از افغانستان که به گفته نزدیکانش مشکلش ناشنوایی نیز دارد، هنگامی که قرار بود به هدف بازگشت به افغانستان در آنجا بازداشت شد،
مورد لاتوکوب و شکنجه قرار گرفت. یک نوار دیداری که در شبکه‌های اجتماعی از وی منتشر شده نشان می‌دهد که یک نیروی پلیس ایران سید مهدی را بر روی زمین خوابانده و با زانویش به گلوی او فشار وارد می‌کند، طوری که سید مهدی با مشکل می‌تواند نفس بکشد. کار هموارسازی جاده ابریشم در نقطه صفری میان افغانستان و چین تکمیل شده و در حال حاضر رفت آمد تا سرحد میان این دو کشور امکان پذیر شده است. مسئولان پروژه سرکسازی در ولسوالی واخان بدخشان از تلاش‌ها برای قیرریزی این جاده نیز خبر می‌دهند. لالما حسرت گزارش می‌دهد. شاهرای بزرگ ابریشم، جاده‌ای که افغانستان را به بزرگترین قدرت اقتصادی آسیا وصل می کند. مسئول سرکسازی در بدخشان از تکمیل انوارسازی این جاده در پامیری بدخشان خبر می دهد. جاده ابریشم که افغانستان را به دهلیز اقتصادی چین وصل می کند، از مهمترین پروژه های اقتصادی کشور دانسته می شود. این جاده از مسیر تاریخی دره وقجیر آغاز و به نقطه صفری چین و افغانستان و درازای 50 کیلومتر و پهنای 7 متر تکمیل شده است. همین سرک است که وطن آباد میشنه. بازمی امارت اسلامی با واقعیت که تلاش به این کرد که همین وطن آباد شود. یعنی بسیار تلاش خود کرد در همین ساحه که ما تا حتی زمستان هم در اینجا کارو تعطیل نکردیم. به خاطر از اینکه خود امارت واقعیت که بسیار زحمت کشید در اینجا. پامیریان در ولسوالی واخان که سالها از داشتن جاده های انوار محروم بودند، از بازسازی جاده ابریشم استقبال می کنند. آنان می گویند مسیری را که در 4 روز می پیمودند، حالا در 4 ساعت می پیمایند. وقتی جو سرک نبرامده بود، ما در 4 روز بایشون می اومدیم. ولی وقتی که سرک برامده، ما در 4 ساعت نیم. خیلی سهولت شده، موتر است، کلی مثال تجهیزات اینا برایشون آورده می شود. تا وقتی بود، مثال یک چیزیشون برای آورده می شود، یک چیزیشون نمی شود. این همی پامیرون همی رایش خراب بود، رایش اجور کرده ایجا. مثال کلی همی رای چین اگه وصل شود، همی قریزی شود، خوبتر شود، نه خوبتر می شود می زنید. کار ساخت این جاده را حکومت پیشین آغاز کرده و حال در آگست سال روان کار انوارسازی ایهان تکمیل شده است و هنوز کار قیرریزی ایهان باقی مانده است. به ادامه خبرها از یک باز هم خوش آمدید. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان از دولت استرالیا خواست که به خانواده های افرادی که از سوی نظامیان آن کشور در افغانستان کشته شدند غرامت بپردازد. در بیانیه سازمان ملل گفته شده که یک پژوهش نظامی در سال 2020 نشان داد که سربازان استرالیایی زندانی را در افغانستان کشتند، 39 و برخی از قربانیان پیش از قتل شکنجه شدند. حلیمه صدیقی گزارش می‌دهد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، از دولت استرالیا خواست که به خانواده‌های افرادی که از سوی نظامیان آن کشور در افغانستان کشته شدند غرامت بپردازد. از استرالیا می خواهم که فوراً به وظیفه خود برای جبران غرامت به خانواده های 39 قربانی جنایات جنگی که نیروهای استرالیا در افغانستان مرتکب شده اند عمل کند. از طرف هم کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه گفتند که استرالیا بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی وظیفه دارد و قربانیان قتل های فراقانونی و شکنجه غرامت بپردازد. جنایت جنگی نظامیان پیمان ناتو در جریان ماموریتشان که در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شدند و مکنون تحت بررسی قرار دارد، باید همه‌جانبه و عادلانه محکمه جنایت جنگی برعلاوه، بلکه باید به بازماندگان متضررین باید غرامت پرداخت کند. در این بیانیه آمده است که یک پژوهش نظامی در 2020 نشان داد که سربازان استرالیایی 39 زندانی غیر مسلح را در افغانستان کشتند و برخی از قربانیان پیش از قتل را شکنجه کردند.
این در حال است که در مقرره دولت استرالیا آمده است که شخص مدعی نباید از یکی از سازمان‌های هراس افغان باشد و دولت استرالیا تصمیم می‌گیرد که این غرامت پرداخت شود یا نه. خیلی پوزش آن چیزی که در گزارش سازمان ملل آمده 39 زندانی را در افغانستان در واقع کشتن از سوی استرالیایی ها. معاون اداری ریاست الوزراء با برخی دانشجویان ولایت های گوناگون کشور دیدار کرد. عبدالسلام حنفی در این دیدار گفته است که برای عرضه خدمات صحی بهتر امارت اسلامی تصمیم گرفته تا شفاخانه را با معیارهای پذیرفته شده ایجاد کند. معاون اداری ریاست الوزراء همچنان افزود که امارت اسلامی در زمینه رسیدگی به خواست های دانشجویان اقدام های لازم را انجام خواهد داد. بندر چهارم راه آهن حیرتان مزار شریف در ساحه نایب آباد حیرتان به بهره برداری رسید. مسئولان وزارت فواید عامه میگویند که تلاش دارند تا افغانستان را به چهار راه ترانزیت در منطقه مبدل سازند. این چهارمین بندرگاه راه آهن در ساحه نایب آباد حیرتان مزار شریف است که پس از چندین سال توقف دوباره به فعالیت آغاز میکند. مسئولان وزارت فواید عامه میگویند که قرار است با فعالیت دوباره این توقفگاه راه آهن سهولت ها در روند انتقال اموال بازرگانی در این ولایت فراهم شود. روشی در ماپکه سویده در ازبکستانی واده سر چه گرد حیات چی پر جوجان دیجی در جوجان سر پریاب دیجی در پریاب سر بادغست دیجی در بادغست سر ایرات دیجی در ایرات سر نمروز پرا هلمن کندهار دیجی انشالله دار لید به جوریش ما باید کوشش بکنیم که نو آباد یک جای جور بکنیم که مال منطقه را جذب بکنیم که مردم از این طریق انتقالات بکنن. ما با سر با واردات و صادرات نمیتونیم که مسیر یک مسیر خوبتر بسازیم، بلکه ما باید منطقه را جذب بکنیم، یک نقطه ترانزیت جور بکنیم. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء که برای گشایش این بندرگاه به بلخ آمده است میگوید که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیک نقطه وصل برای کشورهای آسیای مرکزی است. د جغرافیایي ستراتیژیک موقعیت له مخې افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو لپاره د وصل کلیدي نقطه تشکیلوي. د دغه اهمیت له مخې د افغانستان اسلامي امارات په دې هڅه کې دی چې د سیمه ییز اقتصاد د تقویت او پراختیا په موخه د سیمې هیوادونو سره د نسلیدو مختلفې بدیلې لارې ومومي. در همین حال نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان و والی بلخ آغاز فعالیت دوباره توقفگاه نایب آباد راه آهن حیرتان مزار شریف را برای ایجاد سهولت‌های بازرگانی سودمند می‌دانند. امیدوار هستیم که راه آهن هم سیمبل برادری و دوستی خوش‌همجواری ازبکستان و افغانستان می‌باشد و بر علاوه از آن برای احیای اقتصاد ملی افغانستان خدمت خواهد کرد. داد تجاران در پار دیر در خوشی زیدی او دید اقتصاد که دیر ورچه را دی او دید دیر سهلتون موجودی جی نو پا دیر که چهار چه کوشش کلیدی مردی در سال کوشش سمردی منه نکو. راه آهن حیرتان مزار شریف 75 کیلومتر طول دارد که کار بازسازی آن در ماه هوت سال گذشته از سوی یک شرکت ازبکستانی آغاز شد. هزاران باشنده هرات برای حمایت از مردم فلسطین و محکوم نمودن حمله های اسرائیل راهپیمایی کردند. آنان در این راهپیمایی حمله های اسرائیل بر مردم فلسطین را ظالمانه دانستند. همکارم عارف عدیل با جزئیات بیشتر از هرات. حمایت از مردم فلسطین بر ضد حمله های پسین اسرائیل. هزاران باشنده هرات با حمایت از مردم فلسطین و محکوم نمودن حمله های اسرائیل راهپیمایی کردند. آنان در این راهپیمایی فلسطین را نخستین قبله مسلمانان دانسته و دفاع از آن را مسئولیت دینی هر مسلمان می دانند. مسلمان ها به خاطر همدردی غزه که مسلمان ها اونجا به خون آلیده است
ما باید در مقابل کفار اینقدر استاده شویم تا که وس و توانا ما باشد. مثل که خداوند جل جلاله می فرماید، میگه مسلمان ها همه برادر است، برادر هم دیگر باید بسوزد. از تمام امم اسلامی، از تمام رؤسای ممالک اسلامی می خواهیم که جلو اسرائیل قاصب بگیرند و خواهش ما از امت اسلامی اینه که سران کشورهای اسلامی واقعا خاموشی اختیار کردند. اشتراک کنندگان در این گرد همایی با شعارهای مرگ بر اسرائیل و امریکا خواستار توقف بیدرنگ حمله های اسرائیل بر فلسطین شدند. باز هم خوش آمدید و حال نگاهی میندازیم به خبرهای از جهان. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که به گونه فزاینده احتمال می‌رود حزب الله لبنان به گونه مستقل و پیش از پاسخ ایران بر اسرائیل حمله کند. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که اولویت مطلق فرانسه دستیابی فوری به آتش بس در غزه، آزادی همه گروگان‌ها، فرستاد دادن گسترده و بدون مانع کمک های بشر دوستانه به مردم آنجاست. CNN به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده است که به گونه فزاینده احتمال می رود حزب الله لبنان به گونه مستقل و پیش از پاسخ ایران بر اسرائیل حمله کند. یکی از این منابع گفته است که حزب الله لبنان در برنامه ریزی خود سریع تر از ایران حرکت می کند و به دنبال حمله بر اسرائیل در روزهای آینده است. منبع آگاه دیگر به این شبکه خبری گفته است که با توجه به همسایگی لبنان به اسرائیل حزب الله می تواند بدون اطلاع پیشین عمل کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که اولویت مطلق فرانسه دستیابی فوری به آتش بس در غزه، آزادی همه گروگان‌ها، فرستادن بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به مردم آنجاست. واینت نیوز به نقل از مکرون گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل باید از اقدام‌های تلافی جویانه که ممکن است شهروندان و ثبات منطقه را به خطر بیندازد اجتناب کنند. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد در دیدار با رهبران حزبش خواستار برگزاری راهپیمایی‌ها در سراسر پاکستان شده است. جیو نیوز گزارش داده که عمران خان این مطلب را در دیدار با علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا در زندان بیان کرده است. بر بنیاد گزارش ها آقای خان هشدار داده که در راهپیمایی‌ها از درگیری و ارتکاب عمل‌های غیرقانونی جلوگیری شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان بار دیگر خواستار تامین آتش بس در خاورمیانه شده است. رهبر کاتولیک های جهان در یک سخنرانی در واتیکان با بیان اینکه وضعیت انسانی در غزه وخیم است، تامین آتش بس در خاورمیانه را یگانه راه تضمین صلح و ثبات در منطقه دانست. دو زلزله با بزرگی 6.9 و 7.1 درجه ریشتر روز پنجشنبه ساحل های جنوبی ژاپن را لرزاند. با گزارش خبرگزاری ملی ژاپن انتظار می‌رود که یک سونامی کوچک ساحل‌های کیوشو و کیکوشو را نیز در هم بکوبد. عمق دو زلزله در 25 و 33 کیلومتری سطح زمین گزارش شده است. به همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبرها. از همراهیتان سپاسگزار. به امید دیدار. خدا نگهدار.